سلام به سرویس خبری نان خشکی این هفته از خندقند خوش آمدید. برای شما کارت دعوت میفرستیم تا به این سرویس خبری توجه بفرمایید. لطفاً در هنگام توجه کارت دعوت را همراه خود داشته و از آوردن اطفال زیر 70 سال در این سرویس خبری جداً خودداری نمایید. نخست همه اخبار. بر اساس کمیته رسیدگی فقر در کشور، در طی یک عملیات 24 ساعته مسئولین این کمیته موفق شدند تا همه مردم را از خط فقر نجات بدهند. مسئولین این کمیته میگویند که با اتمام این عملیات تمامی مردم از زیر خط فقر نجات یافتند. ما یک تن از مسئولین کمیته رسیدگی به فقر را با خود به استودیو داریم. حالا واقعا هیچ کس دیگه زیر خط فقر در کشور نیست؟ و علیکم سلام به شما. خدمت شما و بینندگان شما عرض کنم که نخیر، دیگه هیچ کس زیر خط فقر نیست. بخاطر که ما طی یک عملیات 24 ساعته توانستیم که همگی را زیر خط فقر نجات بدیم. یعنی شما در طی 24 ساعت تانستین که به همه کار مهیا کنین؟ نه برادر، کار به کجا بوده؟ پس یعنی خود شما یک معاش چیزی برای آدم های بیکار در نظر گرفتیم تا دیگه کسی زیر خط فقر نباشه؟ ما مگر پول مفت داریم که به بیکارا هم معاش بدیم؟ اینجا مردم کار میکنن معاش ندارن، چی برسه به او کسی که بیکار باشه و معاش بگیره؟ تو گنسی برادر. ببخشید، پس چی رقم مردم از زیر خط فقر نجات دادین؟ ما اول یک بلنگو به دست خوب گرفتیم و خودی همکارا برفتیم به زیر خط فقر و با بلنگو صدا کردیم آهای مردم، هر کس که به زیر خط فقر قایم شده خودی بیرون بشه و بره. نصف مردم به همیش پول از زیر خط فقر بیرون شدن و کچکشی کردن برفتن برات کار خوب. بترسیدن، گفتن اگر نران میشه که به بلا بمونن. خب دگرا؟ دگرا وقتی که دیدیم نرفتن، بعد ما بولدزر آوردیم و ریشه خط فقر بیرون کردیم و چپا کردیم و همگی مردم از زیر خط فقر نجات یافتن. البته وقت بیرون کردن خط فقر و چپا کردن و نصف مردم خش به تسر نبفتاد و فوت کردن. دیگه هر عملیات تلفات خود خوردار. مگر خط فقر میشه با بولدزر خراب کرد؟ ما کردیم شد. با بولدزر هر کار میشه کرد، میشه که دیوار چپه کنی، میشه که خط، فرق نمیکنه. پس با حساب دیگه هیچ کس در کشور زیر خط فقر نیست، درسته؟ اصلا دیگه خط فقر وجود نداره که کسی بخواه بره به زیر پود بشه. همون رقم که به شما گفتم، ما با بولدزر از روی خط فقر تیر شدیم و به زور از خدا توانستیم که خط فقر رو بشکنه و پیشروی های بیشتر رو داشته باشیم. بله، خیلی تشکر از شما. و حال از شما تقاضا مندیم تا به اخبار خارجی من توجه بفرمایید. کشور خیالات مختلفه و سایر کشورهای رفیق و به چخالش در طی یک اقدام تکراری کشور اوکراین را مانند ده ها کشور دیگر به خاک سیاه نشاندند. این کشورهای غربی که همیشه دم از دوستی میزنند، اما در وقت عمل دو دست از دو پا دراستر از دور نشسته بدبختی و خاک بر سر شدن سایر کشورها را تماشا میکنند. کارشناسان بین الملل بر این باورند که این کشورهای غربی به پهلوی خود نیم کیلو تخم اندوانه آورده و از صفحه تلویزیون مراسم خاک بر سر شدن این کشورها را تماشا می کنند و در پهلوی آن یک پیاله چای سیاه هم سر می کشند. در همین حال اما سازمان ملل دست به اقدام عملی زده و به کشیدن یک آه و نوچ نوچ کردن سرش را به علامت تأسف تکان می دهد. تشکر از شما. این بود سرویس خبری این هفته ی من.